خوش اومدین به یه ویدیو خیلی هیجان انگیز و احساساتی حداقل برای من. آقا من چندین سال دارم کانادا زندگی میکنم ولی در عرض یه ماه گذشته تصمیم گرفتم یه هویی همینطوری پاشم برم دبی زندگی کنم و جدی جدی شد. وسایلامو بستم، 5 روز دیگه دارم میرم. خیلی استرسای، خیلی ترسناکه توی کشور غریب تک و تنها 14 ساعت فاصله دارم با خانواده. دلتنگی خیلی سخته، هیچ کیو نمیشناسم، خیلی سخته، هیچ رو نمیدونم، خیلی سخته، ولی خب گفتم که شما رو با خودم ببرم توی این جرنی. اوکی، بالاخره روزش رسید. امروز دوشنبه است. من دیشب تو صبح خیلی سخت خوابیدم، مثلا قلبم همش داشت تون میزد و نبخشید و ساعت 7 صبح همطوری هی بیدار میشدم، خواهم نمیبود. یه الاخره الان پاشدم، ساعت 10:30 باید برم فرودگاه. هم چشم پف کرده، شب یکم گریه کردم، داشتم با مامانم خدافظی میکردم، ولی I'm excited دیگه. وسایل من بستم، چمدونم هم جمع کردم. یه حسه انگار تو خلصم، انگار من فقط برسم، پام برسم اونجا میفهمم داستان چیه، چه خبره. ولی آره دیگه، امروز روزشه. رسیدم دبی، همین الان پیاده شدم از هواپیما و تمام اون دلهوره وحشتناکی که داشتم اصلا نیست، اصلا انگار سبک شدم، انگار که اینجا دیگه خونه جدیدمه، اصلا هوم سویت هوم. خب دیگه زبان سومم هم عربیه که باید یاد بگیریم، تویلت میشه دورات المیاه. میگن دبی خیلی سیفه و میتونی همینطوری لامبورگینی تو بذاری بری و اینا. حالا من لامبورگینیمو نذاشتم ولی همینطوری کیفمو گذاشتم اینجا، درشم بازه، تله گذاشتم ببینم چه اتفاقی میفته. ولی خب سیفه دیگه، اینش رو دوست دارم واقعا. خوشم نمیاد همش مراقب وسایلم باشم، میخوام ول کنم همه چی رو، بعد برگردم ببینم سر جاش باشه. اصلا اینجا جای منه، میدونی. خب من رسیدم، با اینکه 14 ساعت تو راه بودم و نصفش خواب بودم، بازم یکم خستم، قرار برم یکم استراحت کنم. ولی بریم که داشته باشیم ویو رو. وای من از دلت تفا میدردم. ولی ویو آب زیاد، حالا این ویو خیلی خفنی نیست ولی به هر حال برای شروع بد نیست. بالکونی بزرگم دارم بر خودم. خب حالا تازه داستان شروع میشه اینجا. من الان رسیدم، خب برم دوش بگیرم. و یکی از سخت‌ترین چیزهای تنها زندگی کردن اینه که من الان این 60 دستمند رو یه دستی با چجوری باز کنم. خونه بودم میگفتم مامانم خالم باز کنه، ولی الان واقعا یکی از مشکلات همزده ای کردم بستن زیپه که تطلو گفت کی از پشت لباستو میبنده، یکی بستن و باز کردن گردنبند و دستبند که از همهش بدتره. هی دی 4 این دوبای، روز چهارممه. امروز 26ممه. 3 4 5 6 آره، روز 4ممه دبی. و امروز ساعت 3 بعد از ظهر از خواب پا شدم که در واقع میشه 7 صبح کانادا، یعنی من هنوز به ساعت کانادا هستم. و اینم ویوه خوش کسیم دیگاه هستم، آدم دلش باز میشه. امروز صبح پا شدم رفتم پیاده روی، یعنی ساعت 3 پا شدم رفتم پیاده روی، بعد اومدم خونه، مرغ و سالاد خوردم. الانم دوباره حاضر شدم چون که امروز جمعه است، اینجا همه چی نصف روزه، نتونستم برم آفیس، میخواستم برم یه سری پروژه های جدید رو ببینم. بسته بودن، حاضر شدم برم جیم. درمیرم جیم 7 که شنیدم خیلی اینجا همه میرن و جیم خوبیه و اینا.
آره دیگه فعلا که همه چی خوب بوده، سرم شلوغ بوده، فعلا مشکلی نداریم. الان حدود 2 هفته است که من دبیم. یه خونه 2 ماهه هم اجاره کردم توی یه ساختمون خیلی خوب که خیلی دوستش دارم. همه چی داره پیش میره، خوب پیش میره، داره پیش میره دیگه. بالاخر اولاش میدونی باید آدم خودش رو چی بده، وقف بده. کلی اینجا آردی دوسته خوب پیدا کردم، با دیولوپر های مختلف آشنا شدم، جاب اپورتونیتی های مختلف رو اکسپلور کردم و از آفتاب دارم لذت میبرم، ولی دلم هم خیلی تنگ میشه برای خانواده توی کانادا و یه جورایی الان یکم آدم های کانادا رو بیشتر دوست دارم. ولی حالا اون رو برش کن، بذار این آپارتمان هم بهتون نشون بدم. اینجایی بود که من داشتم کار میکردم، اینجا یک ورکینگ سپیس داریم خیلی بزرگه، همه میان کار میکنن. اینجا طبقه سوم خود ساختمونه. اینجا یک کافی شاپ کوچولو داریم، اینجا هم یکم دیگه فضای کار داریم، استخرمونم یه زبط میشین ببینم. دوستم اینجا به سرک تو کافی شاپ کار میکنه. اینجا کیچن داریم، یه سری پروداکت اینجا گذاشتم برای فروش، ولی اگر نباشه میز بیلیارد داریم. بذاریم من بیرون رو بتونی شو بدم. اوکی سو اینجا هم دوباره میسازن داریم، یه سری تخت ها برای افتاب گرفتن به سخم. خیلی گشنگ هستن، عالی. و بسا اونجا هم دوباره جای نشستن این داستان هست. اینجا سخمونه، ولی شما ویو برو جو نگاه کن اینجا، خیلی خوشگله. اتفاقا ویو آپارتمان هم همینه. این هم اینجا سخونه، خیلی خوشگله، خیلی کلا خوشگله. اینجا خیلی جاهای مختلف هست دارم اینجا بره کار مختلف بکنه. آردی خیلی جا رفتم، خیلی کار کردم، مثلا ابوظبی رفتم که خیلی خوشگل بود. این ویدیو رو اینجا تمامش میکنم، مرسی که تا اینجاش با من بودین، ولی فالو کنین به خاطر اینکه کلی از کارهای دیگه که اینجا میکنم و جای دیگه که میخوام برم براتون ویدیو میذارم. مرسی.